نشی نوبتی برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. شهلا گلخوجه هستم. سلام. سرخط موضوع های مهم. سفارت توجیکستان در روسیه تصدیق میکند که شهروند توجیکستان صادق ارتیقوف با گمان همکاری با فرد متهم در حمله به متروی سنت پترزبورگ بازداشت شده است. قرب دلار رو هنوتون بالا بردند و یا کمبود پول خارجی در بازارهای کشور، تحقیق خبرنگاران رادیوی آزادی. و مقامداران شویتسیا تصدیق میکنند که متهم به حمله مرگبار استکهلم شهروند 39 ساله ازبکستان است که باید از این کشور بیرون میشد. اداره مهاجرت عریضه او را رد کرد و امر داد که او از کشور بیرون شود. ماه دکبر سال 2016 هم اداره مهاجرت با او 4 هفته داد تا داوطلبانه کشور را ترک کند. سفارت توجیکستان در روسیه شهروند توجیکستان بودن صادق ارتیقوف 39 ساله را تایید کرد. او در همکاری با فرد متهم در حمله به متروی سنت پترزبورگ گمان بردانسته می شود. مقامات روسیه می گویند از منزل صادق ارتیقوف مواد ترکنده پیدا کرده، همچنین تفتیش زنگ های تلفنی نشان داده است که او با اکبرجان جلیلوف متهم اصلی در حمله خونین 3 اپریل ارتباط داشته است. سرور بختی سخنگوی سفارت توجیکستان در روسیه 10 اپریل به رادیوی آزادی گفت شهروند این کشور بودن ارتیقوف تصدیق شده است. شهروند ما است، اما زاده چی قربان‌تپه است، زاده قربان‌تپه و همون چی شهروند تاجیکستان بوده است. قریب 15 سال که همینجا است، 15 سال بوده همینجا کار و فعالیت میکرده است در روسیه. در همون یکی از کافه ها همون چی بوده است، سر آشپز. تا قرار سود نشود این گناهگار گفتم ممکن نیست. به هر حال تو ماه ایون اینا چین بازداشت می شود. خودی ارتیقوف در پرسش ابتدایی رب داشتنش را به ترکی شرط کرده، گفته است تمام مواد دریافت شده از منزل او به یکی از دوستانش متعلق بود که حالا به وطن رفته است. بر اساس قرار دادگاه صادق ارتیقوف تا 3 ایون امسال در بازداشتگاه خواهد ماند. بانک ملی توجیکستان با بانک ها و سازمان های قرضی دستور داده است آنهایی را که پیوسته از اسعار خارجی می خرند مشخص نموده فروش دلار را برایشان من و یا تا حد محدود کنند. بعضی ها یک بار بالا روی قیمت دلار را در توجیکستان به کمبود آن ربط می دهند، ولی این نقطه نظر هم است که هنوتون ولوله به وجود آورده به اصطلاح در آب لای ماهی می دارند. میرزا نبی خالق‌زاد موضوع را ادامه می دهد. در نقطه های فروش دلار یعنی در شعبه های بانک ها در شهر و نواحی های تاجیکستان تنها در عوض پاسپورت دلار می فروشند، اما خریدن دلار هیچ حجت لازم نمیاد، بلکه برای فروختن دلار حتما پاسپورت می پرسند و تنها با ثبت پاسپورت و شهادت نامه آنها دلار را عوض می کنند. تای چند روز است که قربی سامانی در برابر دلار خیلی ناچیز شده ایستاده است و امروز بانک ملی تاجیکستان در برابر 100 دلار 839 سامانی عوض میکند و بانک های دیگر به مثل اسخطا و دیگر بانک ها در عوض 100 دلار 879 سامانی میدهند. اما در بازار سیاه میگن قیمت پول تاجیکی در برابر دلار باز هم پایین تر رفته و در عوض 100 دلار 890 سامانی عوض کردن ممکن است. سبب این را بانک ملی تاجیکستان شهر داده میگوید که گویا یک حمله روانی هنوتون است که با استفاده از وضع روانی جامعه مردم را وادار میکنند که دلارهای خود را بفروشند و شماره دلار کم شده، از این رو نرخ دلار بالا رفته است. اما اقتصادشناسان میگویند که سبب اصلی بالا رفتن نرخ دلار این و تاجیکستان کم وارد شدن پول مهاجران است که میزان پول مهاجران کم شده و باعث بالا رفتن پول دلار شده است. همزمان اقتصادشناسان میگویند که یک سبب دیگر این میزان کمی صادر شدن مواد خامی مثل آلومینیوم، پخته و دیگر موادهای ضروری که تاجیکستان به خارج صادر میکرد این هم بوده میتواند. ولی اقتصادشناسان به صورت عموم حدس میزنند که امکان دارد که نرخ دلار بازم همچنان این روند ادامه کند و در عوض 100 دلار تا به 900 سومانی عوض کردن ممکن شود. برنامه را ادامه میدیم. در ولایت سوغد بعد از مراسم نانگزان 1200 داوطلب به خدمت حربی فرستاده شدند. والدین نوسکران با آنها نان گزاندند که تا زمانی برگشتن در یک گوشه خانه آویزان ماند. آنها گفتند فرزندانشان اختیاری به خدمت حربی می روند و مقامات نیز خدمت بدون آسیب آنها را کفالت دادند. سوغ سلامت روند، وطن به خدمت کنند.
پیش پدر مادر با پیش جمعیت با سربلندان بازگشته بیان. ولی تا دو سال پیش دعوت به صف ارتش عمدتاً با مشکل پیش می رفت و ساکنان از به طور اجباری به خدمت حربی فرستادن دعوت شونده ها شکایت می نمودند. خبرها در باره وجود دیدفشین یا مهتر سالاری در قسمای حربی و آزار و لتوکوب سربازان از سوی سابقه‌داران باعث به دلسردی و سرپیچی برخی دعوت شوندگان از ادای خدمت حتمی حربی دو ساله می گردید. مسئولان کمیسیونات نظامی و حکومت های محلی میگویند برای رفع بدگمانی والدان سفر آنها را به قسم های حربی براه ماندند. دادگاه پاکستان حکم براورد که قوم کلاش و یا کلش رسمان اقلیت مذهبی ثبت نام شود، ولی منصوبیت آنها به اسکندر مقدونی را کسی ثابت نکرده است. گزارش درباره این قوم مسکون در مناطق دوردست پاکستان در ادامه مجله خبری پیشکش می شود. همچنان درباره مسابقه جودو یا خود جودو در ترکیه خبر می دهیم که در آن پهلوان تاجیک کامرانشاه استوپیریان جای دوم را اشغال کرد. اما حالا رو می آوریم به حوادث بین المللی. در مصر قربانیان حمله مرگبار در کلیساهای قبطی ها را دفن کردند. در دو حمله به کلیساهای مسیحیان قبطی در مراسم یکشنبه مغفرت در مصر کم از 44 نفر کشته شدند و ده ها نفر دیگر زخم برداشتند. حمله ها 9 اپریل به وقوع پیوست و مراسم ویدا شام همان روز برگزار شد. تویری سفر گزارش می دهد. گذر تابوت نخستین قربانیان حمله در شام یکشنبه از کوچه های شهر تنتای مصر. در اینجا مراسم ویدا با دو تنه برگزار شد که صبح 9 اپریل در نتیجه ترکش ها در کلیساها جان دادند. دیدن این بیرحمی بسیار تلخ و دردناک است. ما انتظار نداشتیم آنهایی که با ما در یک کشور زندگی میکنند و ما با آنها دوستانه و با محبت مناسبت میکنیم چون این کار میکنند. ترکش اول در کلیسای قبطی ها در شهر تنتا صورت گرفت که در آنجا صدها نفر در مراسم یکشنبه مغفرت شرکت داشتند. چند ساعت بعد از این یک مرگ طلب بمبی را در نزد دروازه کلیسای در شهر اسکندریه ترکاند. مقامات گفتند 44 نفر کشته شدند و 100 نفر زخم برداشتند. مسئولیت حمله را گروه افراطگرای به نام دولت اسلامی بر دوش گرفت. بعد از این عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر در کشور برای 3 ماه وظیفه فوق‌العاده اعلام کرد. او با واحدهای ارتش امر داد که برای کمک در محافظت نصرانیان مصری به ماموران پلیس کمک کنند. 10% اهالی مصر را مسیحیان تشکیل می‌دهند. روز یک شنبه هزارها نفر در مرکز شهر استکهلم، منطقه که روز جمعه 7 اپریل شاهد حمله مرگبار با ماشین بورکش گشته بود، جمع شدند. نمایندگان قوم ملت‌های گوناگون مقیم شوئیسیا در جای حمله گل گذاشتند. آنها بر ضد خشونت حرف زده یک دقیقه خاموش ایستادند. پلیس شوئیسیا تصدیق کرد که راننده ماشین که بر روی مردم حرکت کرد شهروند ازبکستان است. پلیس نام او را آشکار نکرد، ولی رسانه‌ها می‌گویند که او رحمت اوقیلف نام دارد. فردی متهم با حمله در استکهلم که حیات 4 نفر را از بین برد، مرد 39 ساله از ازبکستان است که باید شوئیسیا را ترک میکرد. خبرگزاری رویترز نوشته است که به احتمال زیاد راننده ماشین بارکش که 4 نفر را به هلاکت رساند، شهروند ازبکستان رحمت عاقلف میباشد که به گروه دهشت افکن دولت اسلامی توجه داشته است. ما میدانیم که سال 2014 او برای حق استقامت دائمی در شوئیسیا عریضه نوشته بود. اداره مهاجرت عریضه او را رد کرد و امر داد که او از کشور بیرون شود. ماه دکبر سال 2016 هم اداره مهاجرت با او 4 هفته داد تا داوطلبانه کشور را ترک کند. در صحبت با خبرنگار رویترز، دو شخصی که با عاقلف آشنایی داشته اند گفتند که او را از عکس‌های پلیس نشر نموده شناختند. یک همکار سابق عاقلف که زمان همراه با او در کنار استکهلم حجره را به اجاره گرفته بود، تاکید کرد که عاقلف هیچگاه در مسئله های دینی ابراز نظر نمی کرد و اصلا از شنیدن این خبر او به دهشت آمده است. عاقلف شام روز جمعه در کنار استکهلم دستگیر شد. پلیس می گوید عاقلف ماشین بارکشی را دزدیده در کوچه پیاده‌گرد مرکز استکهلم از بالای مردم حرکت کرد. در نتیجه 4 نفر کشته و کمش 15 کس دیگر جراحت برداشتند.
همه قربانی ها تشخیص شدند و نزدیکانشان را آگاه کرده ایم. دو نفر آنها شهروند شویتسیا، یکی بریتانیا و یکی از بلژیک می باشند. مقامات شویتسیا تا حال رسما هویت قربانی ها و متهم در حمله را اعلان نکردند. سر میزنیم با پاکستان. دادگاه پاکستان امر داده است که ضمن شمارش اهالی در پاکستان قوم کلش به حیث اقلیت ملی و مذهبی ثبت شود. این قوم که خود را از تبار اسکندر مقدونی میسوبند حدود 4000 نفر را تشکیل میدهند. آنها در یک منطقه دوردست پاکستان به سر میبرند و درباره این قوم و مراجعت آنها به دادگاه همکارم طایری سفر صحبت داشت با بشیر احمد خبرنگار رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی. نخست میگفتید که چرا قومی کلاش به دادگاه مراجعه کرد تا اونها رو همچون قومی علاهیده ثبت کنند؟ تشکر از اینکه مرا دعوت کردین. کلاش ها به این خاطر به دادگاه رفته بودند که اونا من حیث قوم هم میخواند که در مردم شماری شمار شوند و من حیث یک مذهب دیگه میخواند که شمار شوند. در می فورم مردم شماری پاکستان خانه مذهبشان نبود و همین خاطر اونا میخواستن که ما را باید مسلمان حساب نکنن یا ما را باید هندو حساب نکنن که بعض مردم فکر میکنن که اونا هندو هستن. مذهبشان کمی مشابهت دارن با مذهب هندو اما هندو نیستن. با می خاطر اونا رفته بودن به دادگاه و دادگاه فیصله دادن که باید مخانه مذهبشان و خانه قومشان باید ذکر شده باشند در فرم مردم شماری. دایر به شیوه زندگی اونها می گفته که از دیگر مردم پاکستان چه تفاوت دارند یا چه فرق دارند؟ یکی خب اینا بسیاریشان در کوها زندگی میکنند و کمی پیشرفته هم است به حساب نظریاتشان. مثلا اونا هیچ متاسب نیستن به حساب مذهبشان، به حساب قومشان. اونا اکثریتش زندگی در کوه هستن و از طبیعت لذت میبرند و میخواین که در طبیعت میباشند. اما اگر ما ببینیم در سالهای اخیر تعلیم هم سواد هم زیاد شده در قوم کلاش. اینا در مناطق چترال زندگی میکنند که با آن سوی سرحد پاکستان افغانستان هستند و نورستان یک ولایت افغانستان است که مشابه یک قوم مشابه هستند. اینجا نورستان و چترال اردویشان یک، ما میتونیم بگویم که یک قوم است، اما نورستان مردم نورستان مسلمان شدند، مذهب خود تغییر دادند، اما در کلاش اونا کلاشی هم ماندن و مذهب خود تغییر ندادن، اما زندگیش تقریبا یک چیز است. تشکر همکارم بشیر احمد از رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر زیاد. تشکر از شما. با یک خبر ورزشی داریم. کامران شای استوپیریان پهلوان توجیک از سبقت بین المللی جودو از انتالیا به توجیکستان با مدال نقره برمیگردد. دو هفته پیش این ورزشگر رو برای رفتاری نوسزا از حق شرکت در سبقت های داخلی محروم کرده بودند. این اولین پیروزی کامران شا در مسابقه جهانی بعد مجازاتش در وطن است. در مسابقه پرنفوذ جودو در انتالیا توجیکستان رو سه ورزشگر در وزن های گوناگون نمایندگی کردند، اما خیام الدین جبارو و سید جلال سعیدوف در رقابت ها پیروز نشدند. کامران شای استوپیریان در دو قوه آزمایی غالب آمد، ولی در دور نهایی از گوشتگیری مغول مغلوب گشت و مقام دوم را کسب کرد. این خبر آخرین نشر نوبتی برنامه بود. اخبار گزارش های بیشتر در وبسایت ما و نوارهای دیدنی در یوتیوب گذاشته شده است. همچنین ما در فیسبوک ادنا کلاسینگ و توییتر صفحه داریم. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یکی شما.